پانزده رمضان، میلاد فرخنده امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین پیشوای تشیع انقلابی گرامی باد. امروز میلاد حضرت حسن امام حسن مجتبی بود. افشاگر ارتجاع اموی و در رأس ارتجاع اموی معاویه. برادر و راهبر امام حسین یعنی حضرت حسن پیشوا و انقلابی بزرگی که روزگارش خیلی پرفتنه و پرمصیبت بود، چون که در برابر معاویه می جنگید. همو بود که راهگشای عاشورا و زمین ساز اون بود، اما هنوز که هنوزه برای خود شیعیان هم ناشناخته و در پرده از اسرار و ابهام هست. برای انقلابیون بزرگ، برای پیشوایان رهایی، برای کسانی مثل حضرت حسن و امام حسین پیروزی بسیار کوچکه. رسالت بزرگ اونها این بوده که آتش رو در سیاه‌ترین، تاریک‌ترین ادوار و اعصار برافروزند. بذری بکارند و تخمی رو نشا کنند که 1300-400 سال بعد از خودشون شروع به رشد و بالندگی بکنه. اگر که در ما اصالتی هست، لابد که غباری از قدم پیشوایان آرمانی مثل امام حسن و امام حسین رو جستیم و در خود گرفتیم. درس صداقت و فدا، درس ایستادگی، درس سرخم نکردن در برابر شرایط بغرنج، درس آزادی، همه درس هایی که امروز همه شما در انقلاب مریم آموختید. سه سال پس از هجرت پیامبر اکرم به مدینه، وقتی که در 15 رمضان به او خبر دادند دختر محبوبش فاطمه اولین فرزند خود را به دنیا آورده، چهره پیامبر از شادی شکفت. لحظاتی با مهری عمیق نوزاد را نگریست و رویش را بوسه داد و گفت: من او را حسن نام نهادم. حسن ابن علی تا سن 7 سالگی به همراه حسین و زینب از زلال چشمه محبت پیامبر سیراب شد. او که به صورت از همه کس به پیامبر شبیه تر بود، در اثر تربیت پیامبر در خلق و خو نیز بسیار شبیه پیامبر شد. پس از پیامبر، حسن علیه السلام از کوثر ایمان و دانش علی سیراب شد.
و در تند پیچهای روزگار یا در عرصه های مهیب جنگ و پیکار همه جا در کنار علی علیه السلام بود. تاریخ نویسان صحنه های متعددی از رشادت و گره گشایی بی همتای حسن را در جنگ های جمل و صفین ثبت کردند. اما سخت ترین آزمایش های امام حسن هنگامی آغاز شد که علی علیه السلام در سال 40 هجری به شهادت رسید و مردم به عنوان خلیفه رسمی با حسن ابن علی بیعت کردند و به این ترتیب او رو در روی معاویه قرار گرفت. دشمن غداری که اکنون شرایط را برای اجرای مقاصد شیطانی و قدرت پرستانی خود مهیاتر از هر زمان دیگر می‌دید. به خصوص که توطئه‌های دشمن و خیانت‌های برخی اطرافیان سست عنصر و عافیت‌جوی امام حسن کار را به آنجا رسانده بود که آن حضرت حتی در اردوی خود و در حال نماز نیز امنیت جانی نداشت و زیر لباس خود زره می‌پوشید. در چنین شرایطی بود که امام حسن به منظور حفظ هسته اصلی جنبش و افشای چهره معاویه در سال 41 هجری پیمان صلحی با معاویه منعقد کرد که توافقات آن به لحاظ تاریخی سند عدم مشروعیت حکومت اموی بود. از جمله اینکه معاویه پذیرفت حق تعیین جانشین برای خودش را ندارد و پذیرفت که امام حسن حق دارد معاویه را امیرالمؤمنین خطاب نکند و نزد او برای شهادت حاضر نشود، یعنی که او را به رسمیت نمی‌شناسد. با توجه به تیر و تار بودن اوضاع و دجالگری معاویه و در تعادل قوای واقعی آن روز، این دستاوردی بزرگ بود. از آن پس به مدت 8 سال، یعنی تا زمانی که معاویه در آخرین توطئه خود امام حسن را مسموم کرد و به شهادت رساند، آن حضرت دوران بازسازی و بزرفشانی و تشکیل سازمان مخفی تشیع انقلابی را هدایت کرد و توانست شکست نظامی جنبش را به پیروزی و بقا و استمرار آن تبدیل کند. جنبشی که در سالهای بعد و پس از نقض آشکار پیمان توسط معاویه و رسوایی کامل سلطنت یزیدی در فروغ جاویدان قیام و عاشورای حسینی شکفت و برای همیشه بر تارک تاریخ اسلام انقلابی جای گرفت.